شنوندگان عزیز منجی استودیو سلام، همون قسمه که شما از طریق فضای مجازی خبر شدین، سنگ نوشته در سیازمین جاغوری به زبان باختری در سیازمین جاغوری کشف شده بعد از اینکه آقای شریعتی از طریق فراخوان فیسبوکی که داده بود به خاطر مطالعاتی که در زمینه باستان شناسی داره، یکی از دوستا عکسی سنگ نوشته را روان کرده و آقای شریعتی این عکس را به یکی از زبانشناسای باستانی روان کرده بود و آنها از صحت این نوشته اطمینان دادند و تایید کردند و این نوشته را خواندند. این نوشته در یکی از ساحات ولسوالی جاغوری واقع در سیازمین و در قریه مارقل قرار داره. قریه مارقل در نزدیکی کوه یا بلندای تاریخی خاکریز وجود داره که در اونجا گفته میشه اولین آسیای بادی به کار رفته و قلعه مستحکمی در اونجا بوده و از او قلعه تحقیق و گزارش به دست نیست. اما امروز ما با اتفاق دوستان خوب ما آقای ارشاد و آقای همتی تصمیم داریم که از این سنگ نوشته گزارش تهیه کنیم تا دوستان و عزیزانی که خواهان معلومات یا اطلاعات هستند در مورد این سنگ نوشته و وضعیتش و جایش به جریان قرار بگیرند. ادب دارم خدمت تمام دوستا. ما حمیدالله جوادی هستم از قریه سیازمین. این قریه به نام سیازمین در سراسر جاغوری شهرت داره. حدودا 120 خانه در این قریه زندگی نه. یعنی این جایی که ما هستیم چه نام داره؟ این منطقه اصلی نام کلان از این منطقه هست مارقل، یک ساحه‌ای که مشترک بین مارقل و یک آقیل به نام لیلکتورا و خود از این منطقه‌ای که ما در اینجا موقع داریم به نام میان کچه امین کچه با اصطلاح هزارگیشی شهرت داره به نام امین کچه. قبلا هم مردم خبر داشت که این سنگ اینجا وجود داره؟ قبلا مردم خبر نداشت، ولی قصه است که کسی به نام زوار قبلا آمده از این سنگ کم و بیش الگو برداری ده و همی الگوها را برده در پاکستان هم برای خود خود. ای که از پاکستان چی به دست آورده، نتیجه تحقیقش چی بوده تا هنوز معلوم نیه. دیگه در سابق حدوداً چند سال پیش یک دو نفر از جوانای از این منطقه اومد در اینجا، در جریانی که گوسفندا را در اینجا در چراگاه آورده بود متوجه از این منطقه شد و باز یک شپنگام اومده در اینجا با بیل و کلنگ یک قسمت از زمین را کنده و از اینجا حدوداً دو یا سه دانه کوزه به دست آورده. تو کوزه متاسفانه از پیش از اونا خراب شده، تخریب شده و یک بسیار مقدار ذرات خرد از کوزه را که با خود به پاکستان انتقال داده در اونجا مبلغ بسیار ناچیز 3000 کلدار در بدل از او گرفته. دیگه قبلا در مورد از این معلوم تحقیق انجام ندیده تا اینکه چند وقت پیش یک نوشتار همون قسم که آقای میبی گفتک آقای شریعتی تحت عنوان سنگ نوشته ها نشر کرد و بعد از اون توجه مردم منطقه را به خود جلب کرد. وقتی که مردم منطقه خبر شدن یک سنگ تاریخی اینجا وجود داره، به خاطر که مردم منطقه از اهمیت تاریخی بیشتر آثار باستانی رو به خاطر که قیمت هست و فروخته میشه میشناسن، مردم منطقه نگاهش چی بود و چی واکنش نشان دادن؟ مردم منطقه فقط خوشایند بودن، خوشحال بودن که چنین یک آثاری در منطقه شان وجود داره. حداقل می آثار دانستن نام سیازمین را در سراسر جهان یا تا در افغانستان به سر زبان ها بیارن، خوشحال بودن و برای مردم منطقه فهمانده شده، خودشان هم فهمیده که سنگی که در اینجا است اهمیت مادی نداره، یعنی پولی برای مردم نمیشه، فقط اهمیت تاریخی داره که مربوط به یک دوره از تاریخ میشه و میتونه هویت بعض انسان ها را تثبیت کنه و مردم خودشان در تلاش از این هستند که از این سنگ نوشته در اینجا محافظت شونه، مورد دستبرد قرار نگیره و این را آدم ها آمده تخریب نکنه یا از اینجا به جای دیگه انتقال ندیه. این دغدغه را مردم از مدتی که آقای شریعتی نوشته را نشر کرده، این دغدغه را مردم دارن. بعد از اینکه او نوشته نشر شد و مردم خبر شدن، از جاهای دیگه هم اینجا نفر آمدن برای دیدن سنگ نوشته؟ بعد از او
ما امروز عملا شما را در اینجا داریم که شما آمدیم که اینجا تصویر برداری کنین. دیگر دوستان را ما تابال ندیدیم، شاید آمده باشه از این سنگ دیدار کرده باشه و پس رفته باشه، که به نظر ما دوستای ما که از بیرون میاد بدون هماهنگی با مردم منطقه، اگر از منطقه تصویر برداری نه، از سنگ نوشته ها تصویر برداری نه، این کار درست نیست. خواهش ما یا هر دوست ما که از بیرون میاد برای تحقیق میاد، برای تصویر برداری میاد، با مردم منطقه، با مردم محل هماهنگی کنه و بعد از اون بیا اینجا فعالیت کنه. یک آقای بهنام و جاوید بختیاری آمدن از اینجا تصویر برداری کردن، عکس گرفتن، برای آقای شریعتی روان کردن. دیگه ما شاید نبودیم که اون کسی اومده باشه. برصد نگرانی که شما به عنوان یک جوان و کسی که در این منطقه زندگی میکنین، چی نگرانی دارین که چی کار نشوه یا چی کار شوه در مورد سنگ نوشته؟ ما نگرانی ما فقط دی است که اینمی سنگ نوشته به می حالت کس به می حالت باقی بمونه، یعنی توسط مردم یا توسط کسای دیگه اینمی سنگ نوشته تخریب نشوه. دغدغه ما همی است که این سنگ نوشته را به صورت جدی محافظت شوه. ما با کمک همکاری بعضی دوستان نیاز داریم که حداقل ما اینجا پوشش را ایجاد کنیم که همین سنگ نوشته محافظت شود، همین سنگ نوشته تخریب نشود. دغدغه ما می است، نگرانی ما می است که این را کس تخریب نکنه فقط. تشکر. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، این سنگ نوشته همون سنگ نوشته هست که در مدت چند روز اکثریت دوستان در صفحات مجازی در مورد او خواندن یا عکسای او را دیدن. سنگ نوشته تاریخی که در منطقه سیاه‌زمین جاهوری هست. سنگ نوشته بعد از اینکه توسط دوستا و دکتر سبرفیز شریعتی و دیگر دوستا که عکس از اینجا گرفته میشه و یکی از زبانشناسای متخصص زبان باستان، زبانهای باستانی ارسال میشه و اونا تایید میکنه که زبان خواندن و این سنگ نوشته دارای قدامت تاریخی خیلی زیاد هست و گزارش او را شما در مورد شنیدین. اما به صورت کلی ما امروز به اتفاق دوستا آمدیم که هم از این سنگ نوشته دیدن کنیم، هم با دوستایی که اینجا هستن هم صحبت کنیم با دوستای فرهنگی اینجا، تا در زمینه محافظت از این سنگ و در زمینه که خود ما یک تصویر هم از این بگیریم که تخریب اینا نشوه. به خاطر اینجا آمدیم و این سنگ نوشته هم در قریه مارقول سیاه‌زمین جاغوری هست و طبقی که با دوستا صحبت شده، خود مردم هم بعد از اینکه این سنگ نوشته را در فیسبوک دیدن و خبر شدن، بعد تصمیم گرفتن که حداقل به صورت ویژه توجه داشته شد و کسی را نگذارن تخریب کنن. تا هنوز از طرف تئاتر فرهنگ یا نهادهای دیگر به اینجا نامده و انتظاری میره که این به عنوان یک ساحه تاریخی، به عنوان یک ارزش تاریخی توسط تئاتر فرهنگ به جزء ساحات فرهنگی یا ساحه محافظت شده قرار بگیره تا مورد دستبرد قرار نگیره. و همچنان احتمال زیاد میره که اگر باستانشناسا در اینجا بیاین و این سنگ، به خاطری که معمولا در جاغوری قبلا کارهای باستانی و فرهنگی نشده، ما پیشنهاد بیشتری است که سنگ اینجا باشه، به خاطری که در صورتی که اگر باستانشناسا میای شاید خود موقعیت سنگ بتونه اونا رو به اکسسر نتیجه برسونه برای مطالعات بیشتر. و به خاطر که سنگ در اینجا مسئول بمانه و او قسمتش هم یک سنگ دیگه است، عکس یک بوز یا آهو رسم است و یک کرک هم داره، و به او خاطر یک محوطه هم اینجا اگر جور شده او قدر هزینه نداره، مردمی محل هم کاری میکنه در کنارش. خب دوستای ما از بیرون از داخل یک همکاری شده هم اینجا که همین ساحه به ساحه تاریخی تبدیل شده که در دراز مدت برای همین مردم هم یک فرصتی فراهم کنه، هم در زمینه بهبود وضعیت معیشتی، هم در زمینه تبادل فرهنگی، آشنایی فرهنگی. چون مسلما وقتی اینجا یک جای خوب باشه، یک بنا جور شده، مردم از جاهای مختلف، محققین اینجا میآیند و وقتی اونا میآیند خامخا فرهنگ‌های ما از فرهنگ‌های مختلف هستن و یک زمینه خیلی خوبی جور میشه و یک فرصت خیلی خوب هست. به اون خاطر دوستایی که ما را میبینن یا این تصویر را میبینن، امیدوار هستیم هر کس از هر طریقی که هست در زمینه حفاظت از آثار باستانی، آثار تاریخی، آثارهای ارزشمندی که به
کل بشریت و به خصوص یک حوزه فرهنگی تعلق داره، برای از اونا هم آگاهی دهی کنه که آثارها را تخریب نکنه. مثلا ما کوه دیدو یا کوه وود را داریم که در اونجا تعداد از دوستای ما میرن برای دیدنش، با سنگ ها و خشت های کنجه هست، او را سر کوه میندازه در پایین که شکسته میشه نمیشه. من فکر میکنم که در زمینه فرهنگ مواجهه و برخورد و دیدن و فرهنگ حفاظت از آثارهای تاریخی و باستانی در جاغوری کار نشده. ما حداقل هرچند که ما در از طریق موزه مردم شناسی جاغوری با موزه ملی افغانستان، موزه ملی صحبت کرده بودیم که اونا هم گفته بودند که یک نفر مسئول موزه و آثار تاریخی میتیم، اما متاسفانه نشد. از وکلا و از دوستای فرهنگی این انتظار را داریم که چون در جاغوری در بخشای مختلف ساحات مختلف فرهنگی و آثار باستانی هست، اما یک مسئولی که به صورت مشخص و حرفه‌ای با اینا برخورد کنن نداریم، که دوستا اگر شبه یک مقداری از طریق ارتباطاتی که دارن یا از طریق و این حق جاغوری هم هست، یعنی یک ولسوالی کلان فرهنگی است، یک نیاز یا یک نمایندگی تاریخ فرهنگ اینجا ضرورت است دیگه. به اون خاطر به صورت کلی نشه گفت که بینیم سنگ یک از سنگ ها سنگ نوشته های بسیار مهم تاریخی است و در شرایط فعلی فکر کنم اگر مبادا که پلیس یک زمان اقدام کنه که چون که یا انتقال بیتی یا دیگهش، من فکرم تا زمانی که یک هیئتی یا یک باستانشناسی یا یک کسی که در این زمینه تخصص داره نباشه، خیلی خوب است که سنگا هم اینجا باشه بدون هیچ نوع دستکاری و اینا. و همچنان امیدوار هستیم که اینجا یک بنا جور شود که هم برای مردم محل جایی برای دیدن، برای زمینه توریستی فراهم.